اقتدار اشاره کنیم، نقطه بعدی که مردان درش احترام رو میتونن خیلی بپذیرن و براشون جذابه، دوباره یکی از اون آیات کتاب مقدس به شدت درکش و تفسیرش سخته از نظر عاطفی، اول تیموتائوس پایگاه 12 و زن را اجازت نمیده هم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود و دیگر سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. تو ادامه این آیه خیلی حالا اینجا جالب میشه و از خود به اینجا دقت دارم آیه تو بنشبه کنم و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد و تحصیل گرفتار شد اما به زایی دارم از کار فرق شد اگر در امان محبت رو بسید فرمان ثابت کنم. اینجا داره این صحبت جالبی رو بازی میکنه کتاب مقدس، چالشی رو که برای زن مطرح میکنه. چند تا جایی دیگم آیات دیگم به این رو صحبت میکنه به اونا میرسم، چالش فریب خوردن هست. من چالش خودش رو بابا و اطلاع هم اونجور چالش رو بزنم. کتاب مقدس چالش آدم رو در واقع عدد خوبش نااطاعتی میدونه، چالش زن رو فریب خوردن. اینا دوتا چالش مختلف، هیچ کدوم بهتر از اون یکی نیست، هر کدوم چالش خود رو بده. ولی چالشی رو که برای زن مطرح میکنه چالش فریب خوردن هستش و این داستان فریب خوردن و چالشی که شاید در زن وجود داره رو با اقتداری که به مرد میده که بتونه با تعلیم درست بیاد جلوش رو بگیره میخواد متوقف کنه. چالش فریب خوردن رو اونجا جلوش رو میگیره. چرا؟ چون تعلیم رو وقتی مرد در اقتدار میاد میگذاره دیگه جایی برای فریب خوردن میده. واسه همینه که حوا بدون آدم در مقابل شیطان فریب میکنه. درسته آدم اونجا نیست تو جلو ما میکنه. درسته؟ واسه همین اون اقتداری رو که کلام خدا داره برای رابطه های شبه داره به تعلیم صحبت میکنه به این معنی نیست که زنان گوش ندارن یا نمیتونن تعلیم بدن. خدا کلام خدا جای دیگه میگه زنان به زنان تعلیم بدن به بچه ها، اصلا مشکل توانایی تعلیم نیست. بس اونجا نیست، بس کجاست؟ بس سر یک چالشیه که بس از نظر عاطفی روانی میتونه باعث فریب بشه و واسه همین در جلوی اون رو بگیری این اقتدار رو به مرد انتقال مثلا اینکه اجازه میدم تعلیم، بحثش تعلیمه، بحثش تسلط و برتری مرد و زن نیست. خب این به این معنی نیست که مرد اجازه داره به خاطر تسلطی که داره میتونه متجاوز باشه و آسیب بزنه، اصلا این بحثو نداره. چون اگر تو اعمال باب 5:1-11 اونجا ما میبینیم داستان هنگامیا رو و خدا اجازه نمیده که به صرف این که یک مردی داره اشتباه میکنه زن مجازات آسیب او رو ببینه، بلکه اتفاقا جلوتر وقتی که من نگاه میکنیم از زن سوال میکنه و جواب زن باعث مرگ او هم میشه. درسته؟ پس خطای مرد و تجاوز مرد و اقتدار بد مرد خدا اجازه نمیده که زن رو خراب بکنه، این اقتدار مرد درست باعث سوء استفاده میشه. درسته؟ پس اقتداری که سالمه، اقتداری که طبق کلام خدا برای بناست، جایی که اقتدار برای دزدی و دروغگوییه خدا اون اقتدار رو داره اینجا تعیین میکنه. مردی که در اقتدار بخواد دزدی کنه، دروغ بگه، آسیب بزنه، اونجا زن داستان اطاعت رو به اون معنا دیگه نداره. احترام به جایگاه مرد رو داره ولی اطاعت از خداست، نه اطاعت مطلق ما از خداست و خدا این انتظار تو این داستان دوار وقتی ما جلوتر نگاه میکنم. خب اگر شما اقتدار ندید بگید مرد هیچ اقتداری نداره، هیچ مسئولیتی هم نداره، شما یه رابطه دارید که توش مرد هیچ کاری نمی کنه، نه جایگاهی داره نه مسئولیت، از صبح تا شب اون موقع خب رابطه به جایی نمیرسه. اگر بگید مرد مسئول همه چیزه ولی حق هیچ اقتداری نداره، هیچی نباید بگه، حرف اون نیست، تعلیم اونم نباید باشه، هر که من میخوام بکنم ولی اون مسئول جونشو بده، ولی اون مسئول برای من همه کار بکنه، چی میشه اینجا؟ استراب و خشم میاد چون من هیچ اقتداری ندارم، فقط مسئولم. فکر کنید هر چی که تو خونه میشه همسرتون بره بگه تقصیر توه، بگه آخه اصلا من قرار نبود این کارو کنم، باشه تقصیر توه. نه، مسئولیت بدون اقتدار، خشم و استراب. خب
حالا از اون طرف اقتدار زیاد مسئولیت کم میشه زورگویی. من اقتدار دارم، هر کاری میخوام بکنم ولی هیچ مسئولیتی ندارم، همین کم است. مسئول محافظت از همسرم نیست، میشه زورگویی که ما ازش فرار میکنیم، که هم داستان ایران و اسلام از این است. و ایدئالش میشه اقتدار و مسئولیت. من هم اقتدار دارم که سرچو قدر بکنم و هم مسئولیت خانواده با من، هم جایی که قراره کسی بمیره من برای خانواده‌ام میمیرم. حالا ما به یه جای سالم رسیدیم، توجه شده؟ چون کلام خدا داستان جان دادن برای خانواده رو به مرد میده، مثل مسیح که برای خودش تو مسیح مسئولیت رو قبول میکنه، واسه همین اقتدار رو هم به مرد میسپاره. حالا متوجه میشه چرا این داستان شکل میشه؟ اصلا خیلی مهمه. خدا خودش هم همین کارو میکنه، میگه اقتدار کامل از آن منه و من مسئولیت گناه انسان رو هم میپذیرم یا میسپارم. زیبا میشه، نه؟ پس ویرانه میشه. پس بهش به عنوان اگر اقتدار بدون مسئولیت باشه ما داستان آسیب داریم. ما رو تعیین میکنه که تا ما اصلا تعیین میکنه اجازه هم بدیم که این داستان ها ادامه بدیم. خب؟ آره. پس بریم جلوتر توی صحبت ما، میخوام یا خود بیشتر صحبت کرده باشم. چطوری میتونیم به همسرمون راجب اقتدارش راههای کاربردی داشته باشیم که بهش احترام بذاریم، به او بگید که برای قدرت و توانایی تو شکرگزارم، خوشحالم از اینکه بتونم بعضی وقتا به تو تکیه کنم، خوشحالم از اینکه تو نقش مدیر رو تو خونه ما داری، خیلی خوشحالم، به افتخار میکنم. تصمیماتی که میگیری تصمیمات خیلی حکیمانه ای، به حکمت خدا در تو احترام میذارم. اگه تصمیم بدی میکنه با فیض بهش بگید، ولی با فیض، نه با پایین آوردن و تهدید و توهین. مخالفت خودتون رو تو خلوت باش مطرح کنید، توی جمع خودم بگید این چه حرفی زدید، منظور چی بود، این اصلا بی احترامیه رو بیشتر اعتبار میده. مخالفت خود رو با تصمیم یا رفتارهای اون مطرح کنید، ولی جایگاه رو در مدیریت داشته باشید. خیلی جالبه، من داشتم ویدیوی آدمایی تو ایران رو نگاه میکردم که مسیحی هم نبودن افراد، و اونجا خانم بودش که من یاد گرفتم به بچه هم بودم هر قضا میخوریم مثلا که ممنون که زحمت میکشی و قضاهای بوده میز ما یه بخش زحمت از انا بنابراین میخوام یه چیزی که من میگم طبیعت درونی انسان ها هست که خود رو هم گذاشتن کتاب هم اصلا باز میکنه و شفاف میکنه، ولی اینا همه زوج ها تجربه میکنن اگه دقت کنن.